در کوچه های غزه خونین چشمان خون نشسته صدها پرنده میگوید مردان بنیامین جای حماس ما را در خون نشاندند. در گوشه کنیسه دوری موسای سامری شرمنده از جنایت اتباعش فریاد میزند اینها از من نیستند، اینها که کودکان فلسطین را بر خاک میکشند، اینها که شرم را بلعیده کیستند. علیرضا نوری‌زاده، پنج شنبه نهم مرداد ماه 31 ژوئیه، به شما سلام میکنم. بدون تردید حضرت موسی آنگونه که شناختیمش، آنگونه که تاریخ زندگیشو خوندیم، رنجهاشو دیدیم، ملاطفتش رو دیدیم با مردمانی که تا میره به سینا پشتبندش گوساله سامری عمل میکنه، بدون شک او نیز گریه میکنه بر احوال کودکان فلسطین، بر احوال بیگناهانی که اسرائیل ذره‌ای بهشون رحم نمیکنه. بگذارید حکایتی رو براتون بگم. از شجاعیه پر جمعیت ترین جای جهانه، یک جای کوچیک 2-3 کیلومتری هزاران نفر توش زندگی میکنه. اسرائیل اعلام کرد 400 آتش بس یک طرفه، اما در نقاط مرزی آتش بس نمیده. مردم اونجا آتش بس لازم میدن به جنازه را از زیر خاک درارن، این چه آتش بسه؟ حالا مردم میان تو خیابون برای خرید کنن، عیده، بری یه 4 تا چیز بخره برای خونش. توپ گلوله باران شروع میشه، 17 نفر کشته شدن، 200 نفر مجروح، 2/3 بچه ها ریختن بیرون بازی میکنن. عیده، این انصاف، این نمیدونم انصاف جهانه. آقای اوباما هم دیگه به جوش اومد گفت آتش بس فوری. بیبی میگه نه، آقای نتانیاهو نه آتش بس نه. سخنگوی ارتش اسرائیل اومده بود تو الجزیره به گونه ی حرف میزد. یه دوستی داریم که در مصر مرکز پژوهش‌های استراتژیک دفاعی رو داره، مرد بسیار نازنینی است، اونم بود تو برنامه، گفت لباس نظامی شرف داره. انسان وقتی لباس نظامی رو تنش میکنه یه قوانین نوشته و نانوشته وجود داره. نظامی به سوی غیر نظامی آتش نمی گشاید. اسرائیل در سال 1979 قرارداد ژنو رو امضا کرده، یکی از معدود قراردادهایی که اسرائیل امضا کرده، منتها اون زمان رهبران اسرائیل از نوع دیگری بودند، نه از نوع لیبرمن و نتانیاهو، از نوع رابین و شیمون پرز و اونا بودند، حتی مناخیم بگین بوده، مثل آقای بیبی و آقای لیبرمن نبودن که نسل کشی دارن میکنه. یه جاهای آدم واقعا نمیتونه سکوت کنه. نقطه نظرهای من نسبت به حماس، میدونین من حماس یه گروه تروریست میدونم، جهاد اسلامی یه تروریست وابسته به رژیم ولایت فقیه میدونم، ولی الان حماس کشته نمیشه، جهاد اسلامی کشته نمیشه، بچه ها. شما فکر کنید مدارس اونروا در غزه، اینجا دیگه امنه، میگن مردم رفتن بس نشستن اونجا، مدرسه رو زدن و بچه ها رو کشتن. این اصلا معنا نداره، این که تونل نیست، تونل مگه حماسه؟ نه، مدرسه رو زدن و بچه رو کشتن، یعنی آدمهایی در اسرائیل میخوان این بچه ها رو نابود کنن، نسل بعدی فلسطین نابود بشه. خیلی جالب بود، نمایندهشون میگفت باید فلسطین رو از دست حماس نجات داد و داد دست ابو مازن برگردون. اینجوری دست ابو مازن میدین؟ کمر ابو مازن رو شما شکستید، آقای نتانیاهو شکست. ابو مازن به ملتش چی بگه؟ میگه آقا تو میخوای صلح بکنی، اما اینا دارن بچه های ما رو میکشن، این چه صلحیه؟ برگردیم به انتفاضه، شاید
به جایی رسیدیم خیلی خطا کرد اسرائیل، در هیچ زمانی اینقدر نفرت علیه خودش ایجاد نکرد و اینقدر خوراک تهیه نکرد برای ولی فقیه و برای ولات فقیه جای دیگه. فردا داعش هم بلند میشه، داعش فعلا مأموریتش یه چیز دیگه است، فردا سر فلسطین هم پا میشه. وقت من نمیدونم آقای نتانیاهو جواب ملتش رو چی میده. درود به شرف اسرائیلیایی که جمع شدن تظاهرات کردن، دیدمشون، بعضیاشون اومدن تو تلویزیونای عربی صحبت کردن، گفتن ننگ داریم، شرم داریم از اینکه بگیم اسرائیلی هستیم و حکومتمون اینه، ولی چه کنیم؟ 1 میلیون اوکراینی و روسی اومدن رأی رو اونا میدن، اینا رو انتخاب میکنن دیگه. یوسی بلین بختی نداره، شرافتمندان اسرائیلی بختی ندارن دیگه، رابین پیدا نمیشه، اگرم پیدا بشه راش نمیدن. اینا خانم لبنی رو تحمل نمیکنن، وزارت دادگستری رو بهش دادن، مذاکره با فلسطینی ها، ولی دست و بالش رو چنان بستن که تکونه. و امروز من دیدم شیمون پرز، این آدم های باشرفی هن، اومد و صحبت کرد، گفت ما امیدواریم تکنولوژی داشته باشیم که بیگناهان کشته نشن، با اون تکنولوژی بتونیم نقاط تمرکز دشمن رو تشخیص بدیم. اون طرف حماسی ها هرچی کشتن نظامی اسرائیلی، این طرف غیر نظامی. حماسی که نه تجهیزات اسرائیل رو داره، نه هواپیمای بی سرنشینش داره تعیین میکنه کجا هستن، اونا سربازای اسرائیل رو میکشن، اسرائیلیا بچه ها رو. خیلی عجیب. به هر حال من شگفتی زدم، دنیا خیلی سریع تر از این باید کار بکنه. این تعداد کشته ها 1300 6-7 هزار نفر مجروح، صدها خانه ویران، کی میخواد اینا رو بسازه؟ هر یه دونه سنگی که میفته صلح یک قدم عقبتر میره. هنوز این ابو مازن با موهای سفیدش هست، روزی که ابو مازن نباشه، میدونداری بیفته دست حماس، دست محمود زهار و دست تندروها، اون وقت اسرائیل نفس نمیتونه بکشه. درست قوی قدرت داره، ویران میکنه، ولی دیدی که اینا با چند تا تونل زیرزمینی چی کار کرد؟ ملتی رو، اراده یک ملت برای بقا رو نمیشه از بین برد، ملتی رو نمیشه نابود کرد. ممکنه تو سرش بزنی، مگه استعمارگرا تونستن؟ هند مگه مستقل نشد بالاخره؟ این همه کشور آفریقایی مگه مستقل نشدن؟ الجزایر مگه نشد؟ آزادی پیدا نکرد؟ فلسطین هم آزاد خواهد شد. اون که در تاریخ روسیا خواهد بود اگر رهبران حماس باشند، آقای نتانیاهو و لیبرمن هم سیاه‌تر از اونا خواهند بود. این جنایتی که کردن بی پاسخ نمیمونه. من دیدم آقای اوباما حرف میزد چقدر افسرده بود، و حالا اسرائیلیا علیه جان کری شروع کردن صحبت کردن. بسیار بسیار واقعا آدم پیش خوش که فکر میکنه 4 ساعت من آتش بس میدم تا شما رو تو مدرسه بزنم. انسانهای باشرف تو دنیا کم نیستن. آقای پدرو آلمودوار، این کارگردان و تهیه کننده، آنتونیو خوان باردوم، شوهر پنلوپه، اینا محکوم کردن. این آنتونیو رو من خیلی دوست دارم، مربشه قدرتمندی است. آقا پنلوپ هم که همینجور محکوم کردن تجاوز اسرائیل رو. خیلی ها کردن این کار رو، خیلی ها. رابرت فیسک یه مقاله نوشته بود تکون دهنده، یان بلک نوشته بود تو گاردین درجه 1 نوشته بود دیگه توضیح نیست. وقتی اسرائیل مدرسه رو میزنه، وقتی اسرائیل خونه عقب ماندگان رو میزنه، این دیگه تونل زیرزمینی حماس نیست. باری حالا بریم یه خود خونه خودمون، بعد دوباره بر میگردیم. در این چند هفته، 2-3 هفته اخیر، حملات به هاشمی رفسنجانی یک بعد خاصی گرفته، یک ویژگی خاصی گرفته و کاملا معلومه که مقام معظم رهبری هدایتگرشه. یعنی ایشون به نوکرها گفته برید پاچه بگیرید و شروع کردن.
از حسین بازجو گرفته تا بقیه. ولی وقتی مشاور اول نظامی ایشون میاد صحبت میکنه، قبل از اون آقای محسن رضایی میاد. آقای محسن رضایی زندگیشو، بقاشو، دبیری مجمع تشخیص نظامشو مدیون رفسنجانی، صد دفعه هم رفته نعلیناشو ماچ کرده. وقتی ایشون دوره قبلی، نه این دوره، نامزد ریاست جمهوری شد، از دبیری استعفا کرد و نمیتونست برگرده، ولی هاشمی اجداد برگرده. حالا شاخشونه میکشه. چرا؟ چون در دل دوست برهیل رهی باید که آقا بهش گفته، گفته درسته تو دبیر مجمعی آفتابه آقای رفسنجانی رو آب میکنی، اما عیب نداره تو آفتابه آب داغ بریز. و اینه که آقای محسن رضایی اول زبون گشود. عجب، شما که با بیلیاقتی جنگ برده رو به باخت تبدیل کردی، امرو حق نداری بیا این حرف رو بزنی. گناه از سرت پاک نمیشه. پشت اون آقای سلشگر یحیی رحیم صفوی اومد. حرفای رحیم صفوی بسیار قابل تأمل. ایشون برمیگرده میگه هاشمی برای اینکه قدرت مطلقه رو بعد از امام به دست بیاره باعث پایان جنگ شد و میگفت باید یه چیز آباد باقی بگذاریم. بعدم میگه که شمخانی با رضایی در کرمانشاه نشستن، اون نامه رو نوشتن، به هاشمی دادن، به آقا بده. همون نامه‌ای که توش میگه باید 2000 تا تانک داشته باشیم، 1000 تا طیاره اگه بخوایم جنگو ادامه بدیم. به فلاکتی رسیده بودن که غذا نمیتونستن برای پاسدار و سرباز رو تامین بکنن. و میگه که بله ایشون این کارو کرد. آقای هاشمی نقشه به قدرت رو به دست گرفتن داشت، منتها شریک داشت. در این شرکت سهامی هم ایشون بود، هم آقای خامنه ای، هم مرحوم احمد خمینی، هم آقای رئیس شهری، هم آقای فلاحیان، همین احمد جنتی، اینا مجموعا با هم بودن. برنامه ریزی نشاندن آقای خامنه ای بر کرسی رو هاشمی پیاده کرد. بنابراین اگر آقای یحیی رحیم صفوی میخواد یه ذره اعتبار داشته باشه، قبلا داشت تو سپاه، باید بگه بله یه مجموعه میخواستن به قدرت برسن. حالا جرأت نداری بگی نداری، برای اینکه بهت میگن مشاور برجسته رهبر مقام معظم رهبری در امور نظامی و دستیار نظامی آقا، یعنی اومده جای سلشگر شهبازی نشسته، جای شمخانی نشسته، به هر حال جای واقعا سلشکر شهبازی یکی از افسرهای برجسته ارتش بود، چه نقش مهمی در جنگ داشت. سلشکر علی شهبازی رئیس ستاد اسبق ارتش و مشاور عالی که جاش آقای رحیم صفوی گرفت، و اندازه یک هزارم شهبازی هم از دانش نظامی نداره رحیم صفوی. به هر روی، اما ایشون یه جا حرفایی بزرگتر از دهانش زده که به نظر من اینجا باید پاسخش رو داد. درگیری با هاشمی و غیره برای مردم واضحه، میدونن. بعدم هاشمی خودش بلده با اینا چجوری سر کنه، چون جد و آبادشون رو میشناسه، بقالی پدر ایشون رو میدونه، کجا تو مشهد بوده، تمام اینا رو میدونه و بلده با اینا چجوری طرف بشه، چون همشون نوکراش بودن، میدونه چی کار بکنه. اما ایشون حرفای بی ربطی زده در مورد ارتش که متاسفانه چون فرماندهان ارتش ما ریش گذاشتن و قیافاشون شبیه آخوندا و امیر رحیم صفوی شده، یکیشون زبون بلند نکرد جواب این مردک رو بده. آدمایی که دانشگاه دافوس دیدن، سالها تجربه جنگی دارن، دریادار علی سیاری باید بیاد توی دهان این بزنه. فرمانده نیروی زمینی باید بیاد تو دهانش بزنه، تیمسار موسوی باید بیاد بزنه تو دهانه، شاسفی باید بیاد بزنه تو دهانه. به هر رو میگوید که ارتش در جنگ هیچ کاری نکرد، هیچ فتح بزرگی نداشت، اصلا استراتژی نداشت، نمیدونست چی کار بکنه. ارتش نداشت، اگه ارتش نبود الان
اقوام شما به صدام میگفتن دایی جان. اسباب تأسفه. ارتش دلاور ما با اون همه زخم که بر پیکر داشت عاشقانه رفت از خاک وطن دفاع کرد. شما کجا بودید؟ شما سرگرم تقسیم غنایم پشت جبهه بودید، سرگرم توطئه بودید، جلوی پیروزی ارتش رو بگیرید، ولی ارتش بود که خرمشهر رو آزاد کرد، ارتش بود که عملیات فتح البابین رو کرد، ارتش بود که فجر 1 و 2 و 3 رو کرد، ارتش بود که هویزه رو آزاد کرد، حمید رو آزاد کرد، ارتش بود که این نیروی دریایی و بچه های ارتش بودن که رفتن تو مجنون، رفتن تو فاو. این ارتش بود، نیروی دریایی ارتش، که پایگاه امیه رو زد، عراق رو از نیروی دریاییش محروم کرد. وقت آقای رحیم صفوی اینجوری قدردانی میکنی از کارهای ارتش؟ اون ارتشی که بهترین فرمانده‌هاشو خمینی اعدام کرده بود، قلبشون پر از خون بود، با این همه ارتشی که 1 ماه 2 ماه قبل از جنگ ایران و عراق بهترین خلبانهاشو، بهترین افسرهای تانکشو دستگیر کرده بودن به عنوان شرکت کردن در، من اسم کودتا نمیخوام بزنم، بگم جنبش و حرکت نوشه. اون ارتش تانکای لشکر 92 زرهی به دستور آقای استاندار کرده بودن توی گاراژ، روشم پارچه انداخته بودن که اصلا لوله ها پر خاک بود. اون ارتش رفت دلاورانه ایستاد. تا حالا شما رفتین بسیج گرفتین بچه های مردم رو مثل چی بگم گوسفند ریختید رو مین رد بشن، برادر برادر کردید و یه عده جوانای بیچاره رو به کشتن دادید تا شما درجه بگیرید، بعد از جنگم برین شرکت درست کنید و خورده های جنگی رو بفروشید و بعد تو کارهای بیزینس بیافتید و اخوی بیان لندن دکترا بگیرن و همه این کارا، وقت ارتش رو تحقیر میکنه. آقای رحیم صفوی دهانت رو آب بکش، ارتش ما خیلی بزرگتر از این حرف هست. حتی امروز با همه ضربه هایی که بزدید، با تعاملتون با ارتش به عنوان بچه صیغه‌ای، هنوز ارتش شماها در برابرش هیچید، هیچید. تاکتیکش، تکنیکش، نوع رفتارش، نوع روشش، نوع تربیتش، نوع تحصیلش با شما فرق داره. شاگرد و شخصاز بودی، اووردن کردن سرهنگ. شاگرد سوهان فروش بودی، شدی سرتیپ. داماد آقای فلان بودی، شدی سرلشکر. 2 سال رفتی درس بیتاری بخونی، اووردن کردن رئیس کل ستاد با 11 سال تقدم در درجه سرلشکری. شما حسن فیروزآبادی رو جرأت میکنی کنار تیمسار صالحی بذاری؟ اصلا میتونی تصور بکنی؟ میتونی هر کدومتون رو بذارین جای سعدی حسنی؟ میتونی؟ نه. ارتش ما منصور سیاری داشت، منصور ستاری داشت، فرمانده نیرو هوایی که کشتینش، شما کشتینش. بنابراین آقای رحیم صفوی، ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت دلاوران آزاده ارتش رو میداری. من خیلی متأسف شدم، یعنی وقتی دیدم این مردک به ارتش ما توهین کرد خیلی ناراحت شد. باز میگم هر روز دادم یه خبر دردناک میگه. خانم فروغ پوریاوری، روزنامه‌نگار و نویسنده و از همکاران قدیم و ندیم، برادر عزیزش رو از دست داد. برادر جوانی که به بیماری قند دچار بود و خیلی سخت. زنگ زدم با مادرشون، با خانوادهشون صحبت کردم و این مادر تفلک عشق میریخت. آدم غمناکه این مادرانی که در سوگ فرزند می نشینن. دیدم
بر مادر من چه گذشت در سوگ دو فرزند، یکی قبل از انقلاب، یکی حالا دو سال پیش. به هر حال تلخ و دردناک بود. گفتم یه اشاره به اون بکنم. یک انیمیشن ببینیم قشنگه. آدم وقتی تابوها رو میخواد بشکنه، تابو شکنی کنه. حالا مهناز یزدانی ساخته این انیمیشن رو. ببینیم تا بعد بپردازیم به دیگر مسائل. خیلی کوتاه بود اما خیلی حرف داشت، خیلی حرف داشت. بوت رو دیدید، بوت بزرگ که جوامع ما همه گرفتارشن. به هر حال قشنگ حضورتو عرض کنم که در حالا وقت کوتاهی هم داریم تا نیمه برنامه، من زیاد صحبت نمی کنم، ولی این نکته رو بگم که در کنگره امریکا گریبان آقای اوباما رو گرفتن که اینجوری نمیشه، جمهوری اسلامی داره امتیاز میگیره، شما بهش وقت میدید، امکانات میدید، اصلا نمیشه. آقای اد رویس رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان روز دو روز پیش گفتگوی داشت با رادیو فردا و در این گفتگو گفت آقا نمیشه، دولت امریکا باید رو مسئله حقوق بشر تمرکز بکنه، باید با جمهوری اسلامی در این زمینه جدی گفتگو بکنه و اگر دولتی در ایران وجود داشت که حقوق مردم رو محترم میشمرد و بر بهبود زندگی مردم تاکید میکرد، دیگر نگرانی در کار نبود که بخواهد سلاح هسته‌ای تولید کنه. خانم وندی شرمن هم در کنگره ظاهر شده، سوالاتی ازش کردن، توضیحاتی داده. کنگره داره بر آقای اوباما سخت میگیره که اگر جمهوری اسلامی بعد از 4 ماه هر نوع بهانه‌ای بخواد بیاره، بلافاصله قطعنامه شدیدی صادر خواهد شد و یک سری مجازات های جدید که اصلا جلوی فروش نفت ایران رو به کلی خواهد گرفت. امروز دیدم که گزارش میدن که آقا بله ما رشد منفی بمون به 2.5 رسیده، رشد منفی یادتون باشه. مصر در روزهای انقلاب و اعتصاب و جنایت اخوان المسلمین رو بزن و بکوب، رشد اقتصادیش هنوز منفی نشد. در جمهوری ولایت فقیه 8 سال برگزیده آقای خامنه ای تحفه آرادان رو آوردن، مملکت رو به نابودی کشون، 100 میلیارد هم بالا کشید. تو نماز جمعه اون وقت تو نماز عید فطر درست پشت سر آقای خامنه ای قرار میگیره. هاشمی 3 فاصله داره، لاریجانی ها هستن و بعد آقای هاشمی، احمدی نژاد اونجا ایستاده، رحیم صفوی است، رحیمی است، چیز اسفندیار رحیم مشایی است، اینا هم هستن. آقای خامنه ای اون وقت نمیدونه احمدی نژاد چیکار کرده. واقعا اسباب تأسف است. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم و میپردازیم به خیلی خبرها و مسائل که باید تحلیل بشه. با ما باشه. درنگ
میمنه سارالوب سولورام بیم میمنه özgəsi dindirsə can deyər ona özgəsi dindirsə can deyər ona mən qurban oluram bəyən bir məni mən qurban oluram bəyən bir məni mənə əl eləyib çağırır özü çatılır qaşları süzülür gözü Çatılır qaşları, süzülür gözü Verdi bədəni, dedi sözü Yadına salıram, bəyənmir məni Verdi bədəni, dedi sözü Yadına salıram, bəyənmir məni Mən qurban oluram, bəyənmir məni Danışmayır o dilber sana Gelip danışmayır o dilber sana Çektiğim cefalar yeter mi ona Çektiğim cefalar yeter mi ona Özgesi dindirse can değer ona Özgesi dindirse can değer ona Alışıp yanırım, bəyənmir məni Alışıp yanırım, bəyənmir məni Mənə əl eləyib çağırır özü Çatılır qaşlar, süzülür gözü Dələy, dələy, dələy Qaşları süzülür gözü Verdi bədəni, dedi sözü Yadına salıram, bəyənmir məni Verdi bədəni, dedi sözü Yadına salıram, bəyənmir məni Mən qurban oluram, bəyənmir məni Alışıb yanıram, bəyənmir məni Mən qurban oluram Bəyənmir məni Yər, yər Bəyənmir məni Yər, yər حیف نیست این فرهنگ متنوع رنگارنگ این زبانهای زیبا اینو تو سرش بزنیم شما فکر کن این خانم دوشالون میخوند به ترکی آذری کرد گوش میده هر دو دستگاه ماهور و حجاز رو مثل هم میخونه پایین تر میری تو لرستان همینطور بعد میری ایلام همینطور میری اونور در خوزستان عرب های ایرانی وقتی اون دستگاه حجاز رو بخونه وقتی سگاه رو میخونه با قوطی ایرانول درست میکنه کمونچه میزنه برو جنوب بندر عباس بعد اونور شیراز برو بعد برو بلوچستان نای بلوچ رو گوش میده تو ماهور داره گریه میکنه داره دردهای هزاران ساله رو بازگو میکنه میری خراسان دوتا رو گوش میدی و بعد میرم توی ترکمن صحرا می
میری شمال، میری به مازندران، میری به رشت، میری تالش، میری آذربایجان. اون وقت یه همچین ملتی رو باید تو سرش زد، باید فرهنگشو جلوشو گرفت. نه، بذار گسترش پیدا کنه، بذار ادبیات آذری جزی از ادبیات ما باشه، جزی از ادبیات ملت باشه، ادبیات کردی بذار همه بچه ها تو مدرسه شعر شیرکوبیکی اصلا بخونن، حیدر بابای شهریار رو ترکیش هم بخونن، فارسیش هم بخونن. بذار بچه ها اون شوروه های جنوبی رو بخونن، شعرهای عربای ایران رو گوش بدی. عدنان قریفی چند روز قبل دو هفته پیش بود با هم صحبت کردیم، قطع شد و تلفن، نمیدونم یه ایرادی داره، نمیتونم عدنان رو بگیرم. عدنان اگر بیاد اون وقت عدنان باید براتون بگه، خردمند و حکیم عربهای ایرانه و یه انسانی پایبند به ایرانی بودنش. من 40 سال عدنان رو میشناسم، با هم کار کردیم او سالها. عدنان قریفی، حیف حیف که گرفتار رژیم های جاهلیم و نمیتونیم که تلخی و درد این روزگار رو حس بکنیم. روزنامه آرمان کارتونی چاپ کرده بود، کاریکاتوری که واقعیت مسئله فلسطین بود. ها اسلام رفت، فلسطین رفت، با یه کارتون چی گفته بود؟ نگاه کنید، آقای نتانیاهو مشغول بازی پینگ پونگ مرگه که توپشون نارنجکه، با کی؟ با اونور، با حماس. کی داره کشته میشه؟ زن و بچه مردم. میان ابرو و چشم تو گیر و داری بود، من این میانه شدم کشته، این چه کاری؟ و آقای خامنه‌ای دستور صادر میکنه، بله باید ساکنان ساحل غربی هم مسلح بشن که چی کشتار بیشتر بشه، اسرائیل بره رام الله رو هم بزنه، خلیل هم بزنه، همه اونا رو ویران کنه. مگه شما میتونی با قدرتش مبارزه کنی؟ 300 تا موشک زدی، چند تاش اصابت کرد، چی شد؟ گنبد آهنین جلوش گرفت. یه مقاله خوندم نوشته بود جمهوری اسلامی به حماس گفته اینا رو بزن تا من آزمایش کنم چقدر این گنبد آهنین قدرت داره که موشکای ما رو خونسا کنه. اگر این باشه که واقعا نهایت بی‌شرافتی است، ولی گمان نمی کنم این باشه. گمان می کنم که حماس و اسرائیل هر دو در ارزیابی‌هاشون اشتباه بزرگی مرتکب شد. حضورتون عرض بکنم که یک دادگاه آمریکایی، قضات آمریکایی در رابطه با صدور نفت کردستان از عراق، کردستان عراق، بنا به شکایت دولت عراق جلسه کردن و اول رأی دادن که این غیر قانونیه، ولی بعد مرافعه بعدی کورتار رو شنیدن به قانونی بودنش رأی دادن و این به هر حال خیلی برای کورتار پیروزی مهمی. یکی دیگه هم که آقای اوباما در وبلاگش گذاشته که اگه 100,000 نفر اینجا بگن به استقلال کردستان عراق رأی دادن، او در نقطه نظرهاش تجدید نظر میکنه. اینم یه مسئله بود. اروپا هم که میبینیم که یک مجموعه از مجازات های سنگین علیه روسیه برقرار کرده. روسا دیروز یک باخت بزرگی در دادگاه بین‌المللی لاهه داشتن، 50 میلیارد دلار باید بدن به شرکت نفتی که اومدن و آقای پوتین دستشو گذاشت روس، رئیسشو به زندان انداخت و تصور کرد که بله تموم شد، رقبا رو انداخته یکی کنار برده. نیروهای عراقی مدعی شدن که در مبارزه با داعش پیروزی های بزرگی داشتن، دخاتن از افراد داعش رو کشتن، ولی عملا در زمین هنوز داعش در تکریت و هنوز داعش در انبار و هنوز داعش در موسل و به جنایاتش ادامه میده، آثار تاریخی رو ویران میکنه، مردم رو میکشه، زنها رو گفته باید ختنه کنن، جوونها رو میبره آموزش بده که ببره برای کشتار بفرسته به سوریه. آقای مالکی هم فرمودن که بله همه باید پشت سر ارتش باشن، همه، ولی مسئله عمده اینه که
همه پشتر ارتش خواهند رفت اگه تو نباشی. و جلسه دارن میکنن. حالا آقای مالکی به مناسبت عید فطر حرفایی زدن که بله ما ایستادیم، مبارزه میکنیم، جلوی تقسیم رو میگیریم، همین کار رو. و عراق در شرایطی است که بیش از هر زمان به همبستگی احتیاج داره. اما وقتی تو مانع همبستگی هستی و بنابراین چه جوری میتونه همبسته باشه عراقی وقتی از شما متنفرن؟ شیعه سنی همه، وقتی مرجع اعلی آقای سیستانی میگه تو باید بری. و خلاصه جلساتی الان دارن، میگن آقای عمار حکیم در خطبه نماز جمعهش، در خطبه عید فطر که در دفترش در بغداد برپا شده بود، گفت کسانی که در عرصه سیاست فعالیت میکنن نباید فکر کنن. اما حرفی زد که رفسنجانی زد که این عرصه پدرشونه، بچسبن بهش و نخوان رهاش کنه. گفت ما بر این باوریم که باید یه ضوابطی رو رعایت کنیم، یه نفر نمیتونه همیشه بمونه، ما باید از این حرفا پرهیز کنیم. امیدوارم هستیم، امیدواریم که به زودی حکومتی تشکیل بشه که مقبولیت ملی داشته باشه نزد همه مردم و این عراق در یک نقطه عطف تاریخی قرار گرفته. وحدت و همبستگی عراق در معرض خطره، در معرض امتحانه و اینجا ضرورت داره که ما نقطه نظرهای مرجعیت رو هم رعایت کنیم، چون ملجأ آخر و پناهگاه حسین همه ماست و باید اون رو، و مسلم راه به موصل نیست، باید از این طریق بره و این یه هدف مقدس است. آقای سیستانی هم که گفته بود جمعه پیش از طریق نمایندش آقای کربلایی که نباید به شغلها چسبید، نباید دو دستی چسبید و فکر کرد که این شغلها ابدی است. دیدیم یه آقای شاکر وحیب هم ظهور کرده در بین داعش، قیافه عجیب غریب داره که خودشو یک زرقاوی جدید میمونه، اینقدر ریش و عمامه و قیافه بسیار زشتی هم. و متاسفانه اینها نمادهای اسلام ناب انقلابی محمدی اولترا در بچه سنیش هستند که آبروی اسلام رو بردن. یعنی انسان وقتی نگاه میکنه میگه با صدر احمد به طالبان مقایسه اینا رو با طالبان آدم میکنه، میگه باز طالبان یک شرافت بیشتری از اینا داشتن، داعش که واقعا اسباب خجالت. در سوریه دو اتفاق افتاد، یکی این که در واقع در داخل توی جبهه‌ای که ارتش آزاد هست نزدیک حلب و فرودگاهش یه تحول عجیبی رخ داده، احتمال داره به اینا اسلحه رسیده باشه، احتمال داره امریکا تشخیص داده گروه ارتش آزاد یه گروه سکولاره و برای یک سوریه آزاد مبارزه میکنه. و همین مسئله باعث شده که جبهه نصرت که مورد حمایت قطر هست و داعشی ها به هر حال یه مقدار عقب رانده بشن. به هر حال در حلب که نگران بودن همه که حلب سقوط کنه، به دست رژیم بیفته. خوشبختانه این عملیات چند روز اخیر صحنه رو تغییر داد. در خود دمشق هم که بشار خیلی تلاش میکنه حضور نیروهای نظامی رو، نظامی غیر خودی مخالف رو پاکسازی کنه، چند مقرش مورد حمله قرار گرفت. یه گزارش اینجا میخوندم که مقر نیروهای نظامی ارتش در حلب چندین بار توسط ارتش آزاد بمباران شده و تعداد زیادی از افراد اونجا به قتل رسیدن و نیروهای اسلامی هم بودن، بیش از 50 سرباز و افسر در این جا بوده. حزب الله تلفات سنگینی داده، از جمله خواهرزاده خانم آقای حسن نصرالله که اول گفتن خواهرزاده خودشه، بعد معلوم شد نه، خواهرزاده خانمشه. و گفتن که در خانواده حسن نصرالله
این اولین شهیده که اونجا، البته فرزند او هم قبلا سالها پیش کشته شده بود. در مصر ارتش موفق شد تعداد زیادی از این تکفیری ها رو از بین ببره. نکته براتون بگم قابل توجه هست. ببینید اخوان المسلمین تمام برنامه شون ریخته بودن عید فطر رو دوباره تبدیل بکنن به یک برنامه عاشورا، را بندازن. شکست خوردن. گویند که الجزیره صبح تا شب داره براشون تبلیغ میکنه. گوینده تلویزیون الجزیره نشسته داره خبر میخونه، وسطش برمیگرده میگه شگفتا که مصری ها به یاری حماس نیومدن. مصری ها چی به؟ حماسی که داشت نابودشون میکرد، حماسی که دست در دست مرسی و تروریستا ده تن از سربازاش رو کشت. جمال مصر بود اومده برای من گفت، گفت تو باور نمیشه نزدیک 1000 تن از افسرها و سربازهای مصری رو همین گروه های وابسته به اخوان در طول سال گذشته به قتل رسوندن. 534-5 کلانتری و داره پلیس رو بهش حمله کرده، حمله تروریستی. و طبیعی است مردم مصری که چند سال 60 سال برای فلسطین جوون دادن، جون دادن، مال دادن، زندگی دادن، شهرهاشون ویران شد، 3 جنگ کردن، این مردم امروز حالت بیتفاوتی گرفتن نسبت به حماس. چرا؟ چون خود حماس باعث شد. وقتی حماس با حزب الله میرن آقای مرسی رو از زندان میارن بیرون با تعداد زیاد زندانهای دیگه، سال 2012 قبل از اینکه مرسی به ریاست جمهوری برسه، توطئه میکنن و بعد از برکناری مرسی تشویق میکنن تروریست ها رو که برن سرباز بکشن. مردم احساسی ندارن. مصری عاشق وطنشه. وقتی میبینه یه فلسطینی که دستشو تا عسل توی دهانش کرده، حالا گازش که میگیره هیچی، خنجرم از پشت بهش میزنه، معلومه اون وقت احساس همبستگی و همدردی نخواهد داشت. این اتفاقیست که تو مصر افتاد و مصری ها ارتششون موفق شد یه عده از این تکفیری ها رو در صحرای سینا نابود کنن، که آرزو میکنم همشون رو نابود بکنن. این جماعت شایستگی و لیاقت زندگی رو نداره. وای به 80 کشته های دیروز 80 رسید. حالا امروز خدا میدونه تا شب که آمار رو بگیریم چه تعدادی کشته شده باشن. در غزه در حمله به بازار و مدرسه 32 تن کشته شدن و بیش از 100 تن مجروح. فکر کنید بچه ها داشتن بازی میکنن، گفتم مادر رفته بود خرید بکنه، شب یه سبزی چیزی بگیره برای بچه هاش غذایی درست کنه. و متاسفانه این کاری که اسرائیل داره میکنه، باز هم دارم میگم کاری که اسرائیل میکنه در نهایت چنان به ضرر اسرائیل، چنان به ضرر اسرائیل خواهد شد که وقت من نمیدونم آقای نتانیاهو جلوی ملتش چگونه پاسخ خواهد داد. آقای بانکیمون هم محکوم کرد، آقای اوباما هم همینجور، حمله به یه مدرسه رو. در تهران هم که میدونید خبرنگار واشنگتن پست بازداشت شده بود و حالا جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست در تهران و یگانه صالحی همسرش و خبرنگاری از روزنامه اماراتی نشنال به همراه 2 نفر دیگر بازداشت شده بودند و حالا میگن یکی از کسانی که هفته گذشته با جیسون دستگیر شده بود آزاد شده. خب امیدوارم که همه روزنامه نگاران زندانی آزاد بشن، حتی اونهایی که مثل جیسون حداقل این بخت رو ندارن که چون شهروند آمریکایی است و خارجیه در هر حال هواش روی خودت دارن، ولی اون کسی که اون روزنامه‌نگار ایرانی که داره اینقدر زجر میکشه و با چه بدبختی و تلخی مینویسه و همیشه وحشت و ترس داره. دیروز یک کتابی از سیمین بانو میخوندم، سیمین بانوی نازنین، مادر ایران، شایستگی این لقب رو داره. یه سری خاطره نوشته بود کتابی. سفر گرفتم امریکا، تو کتاب فروشی رفتم اونجا دیدم و خریدم. بعد انقدر این کتاب
جالب سیمین بانو درباره کودکیش و جوانیش و پسر عموش و طبیب شدن او و اینکه این دو با هم نمیتونن ازدواج کنن بسیار زیبا نوشته بود. انقدر خوشم اومد، انقدر زیبا نوشته بود که خوشم اومد. بله داریم تصاویر خبرنگارا رو داشتیم و که اشاره کردم از واشنگتن پست جیسون رضاییان. بله ایشون با همسرشون خانم صالحی بازداشت شده بودن. ولی یه نکته جالب بهتون بگم، این بانوان در همه جای جهان اسلام ایستادن و این قدرت رو داره نشون میده. اسلامی های تندرو در موگادیشو رفتن یه خانمی رو گرفتن چون حاضر نبود حجاب سرش کنه و اومدن توی بدبخت توی ویرانه زندگی میکرد و توی جنوب حرکت شباب مسلم رفتن گرفتن و دستور دادن که باید حجاب سرت کنی و رفتن. بعد از دوره برگشتن دیدن نه حجاب نپوشیده و آتش به سوی او گشودن و خلاصه این بانوی رو که حاضر نشد به زور حجاب سرش بکنه به قتل رسوندن. این خیلی جالبه. در ترکیه هم یه جنبش خیلی جالبی رخ داده. تمام این سایت ها تصاویر دختران و زنان ترک رو گذاشتن در حالی که میخندن و اینا دارن پاسخ میدن به معاون آقای اردوغان که ایشون آقای بلندرنیچ گفته که زنا نباید بخندن، جلوی مردا نباید زنا بخندن، اخلاق عمومی رو به هم میزنن. زنا هم خنده ای را انداختن، تمام اینترنت رو پر کردن. واقعا جالبه، توی سومالی حجاب نمی پوشه جانش رو میده، در ترکیه میخواد لبخند و قیچی کنن از روی لبانش، همون کاری که تو ایران کرده بودن. ولی میستن مبارزه میکنن و لحظه ای هم کوتاه نمیان. حالا اردوغان هم گفتن که جایزه ای رو که سازمان ایپک مست که در امریکا به ایشون داده پس میدن. این دروغ بازی و حق بازی اردوغان برای من خیلی جالب. این نکته رو براتون بگم، توریستای اسرائیلی بیشتر این جایی که میرن میرن ترکیه، هم ترکیه میرن هم قسمت ترک نشین قبرس چون پر از کازینوه و اینا میخوان برن قمار کنن، میرن اونجا. روابط نظامی ترکیه و اسرائیل برقرار، روابط امنیتشون برقرار. یه چیز داستانی براتون بگم، اون زمانی که در سال 1958 ایران اسرائیل رو به دوفکتو به رسمیت شناخت، یه بار در زمان مرحوم ساعد به رسمیت شناخته بودن پس گرفتن، دولت دکتر مصدق ایستاد و گفتن آقا به صورت دوفکتو چون ایران از فلسطینی ها حمایت میکرد. عرب ها داد و بیداد، ایران خیانت کرد، فلسطین رو فروخت، اسلام رفت. هر چه دیپلماسی ایران میگو آقایون این کشور ترکیه که رو سرتون گذاشتید با اسرائیل نه تنها روابط سیاسی و سفارت دارن بلکه روابط تنگاتنگ نظامی و امنیتی دارن. حتی در دوران اسلامگرایان کرواتی مثل آقای اردوغان، ولی ایران رو اونجور بهش حمله میکردن، اونجور بهش توهین میکردن که بله این با اسرائیل رابطه داره، در حالی که رابطه ایران با اسرائیل به یک صدم رابطه ترکیه با اسرائیل هم نمیرسه. ترکیه تنگترین روابط رو با اسرائیل داره. دیروز جز کارهایی که میدم خیلی جالب بود، یک همین داره میره جلو دیگه، همجوری داره، اینا هم تیکای بد نیست وسط برنامه، بخصوص برای جوونا. یه دستگاهی درست کردن به کامپیوتر وصل میشه، شما با دستتون از راه دور کامپیوتر رو به حرکت در بیارید. نگاه کنیم چقدر جالبه این دستگاه.
جالب بود. دست و تکون میده دیگه، میتونی همه جور. و واقعا به کجا داریم میرسیم؟ داشتم تاریخچه اینترنت رو میخوندم و نگاه کنم ببین کامپیوتر یعنی اینترنت به طور کلی اینا چیزای تازه نیست، تازه به ما رسیده، سالها پیش از اون درست شده بوده. مثلا فکس، ژاپنی ها در انتقال مطالب مکتوب مشکل داشتن، این ماشینای معمولی تایپ جا نداشت که تعداد حروف های اونا رو بساره، شیفت هم میگرفتن خب یه حرف دیگه، 40 تا بود 50 تا بود میشون 100 تا، نمیتونستن. در نتیجه اومدن فکس رو اختراع کردن، نیاز بود دیگه، به خاطر نیاز. اینترنت هم نیاز بود و در جنگ جهانی دوم اصولا این ارتباط به شکلهای مختلف در زمینهای نظامی برقرار میشه و بعد میرسی به اون شکلی که خلاصه امروز در دست ماست. در افغانستان هم که گفته بودم این حشمت کرزای پسرم آقای کرزا رو کشتن، ولی ایشون چه اصراری داره که نخیر ایشون رو طالبان نکشت. ایشون در قندهار آدم خیلی قدرتمندی بود، از اشرف غنی هم حمایت میکرد، رئیس شورای شهر هم میخواست بشه، افطار تو خونش داده، اومدن دیدنش، یک انتحاری به خودش بمب بسته منفجر کرده و ایشون رو به قتل رسونده. در هر حال امیدوارم که افغانستان هر چه زودتر از شر طالبان، گلبدین حکمتیار، آدمخواران و تروریستا نجات پیدا بکنه. توافقی هم بین دکتر عبدالله و اشرف غنی شده هر چه زودتر رئیس جمهوری و بعد رئیس شورای اجرایی تعیین بشه و افغانستان به سوی پیشرفت و آزادی بره که مستحقش است. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم.